با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان 20 دقیقه با تازه های از ایران منطقه و جهان مرور می کنیم برگ دیگری از دفتر صفحه یک را که در خیاب روزنامه های امروز چهارشنبه مروری خواهد داشت بر آخرین خبرها و نظرها در رسانه های سایبری و بعضن چاپی در اقصا نقاط گیتی به روال معمول همه شب مروری کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل همه اخبار و مطالب برگزیده امشب داستان دو انفجار متروی یکی در تهران و دیگری در استانبول البته تکذیب انفجار بمب در متروی تهران و تایید و مجروح شدن پنج نفر در انفجار استانبول در ترکیه موج اعمال فشارها علیه هنرمندان با بازداشت یقما گلرویی خواننده سراینده و هنرمند عرصه موسیقی ایران جدال دیپلماتیک و نظامی علیه گروه یورشی داعشی در سه جبهه حمله همه جانبه ارتش فرانسه علیه این گروه ویرانگر و بیابانگرد اشاره نیشاکند باراک اوباما به رهبران ترکیه برای بسته شدن مرز این کشور روی داعشیون و قطع منافع مالی این گروه و همینطور توافقی تورد و شاید شکننده و مصالحه کوتاه البته میان ارتش سوریه و گروهی از مخالفان در همس و همینطور چند رویداد برگزیده دیگر از داخل ایران سرفصل همه مطالب و موضوعات برگزیده امشب چهارشنبه یازدهم آزر ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا آنگاه با ما باشید و بنشینید و خانه باز خواهیم گشت همینک و در بخش نخست بسان سایر شبها می گوشه این با چند خبر کوتاه و برگزیده شایعه یک انفجار در متروی تهران که از سوی شبکه اجتماعی و شهروندان تهرانی منتشر شده بود فرماندهی نیروی انتظامی تهران را وارد ماجرا کرد فرماندهی پلیس تهران شایعه های منتشر شده درباره بمبگذاری در یک ایستگاه مترو را قویا رد کرد و اعلام کرد که هیچ تهدیدی مبنی بر بمبگذاری در ایستگاه شهید حقانی و یا دیگر مکانهای تهران وجود ندارد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران دیروز دهم ده آذر ماه گزارش کرد که ایستگاه مترو شهید حقانی اصر دیروز به مدت نیم ساعت در راستای اجرای مانور عملیاتی پلیس تهران بزرگ در جهت حفظ توان و آمادگی نیروهای انتظامی بسته شد کاربران شبکه های اجتماعی عکس هایی از حضور مأموران پلیس در این ایستگاه مترو منتشر کرده اند که نشان میداد نیروهای نظامی در ایستگاه حاضر هستند شایعه بمبگذاری در ایستگاه متروی تهران پس از آن بالا گرفت که خبرگزاری ایرنا اصر آن روز به وقت محلی گزارش از تخلیه ایستگاه شهید حقانی به دلیل آنچه احتمال بمبگذاری خوانده بود منتشر کرد اما دقایقی بعد این گزارش را حذف کرد در سوی دیگر ماجرا حسین ساجیدی نیا فرمانده پلیس تهران به خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه است گفت کاراگاهان زبده پلیس هم اکنون شایع سازان را شناسایی و در یک قدمی دستگیری متهمان قرار دارند که بر اساس آخرین خبرها تا لحظه تنظیم خبر گویا متهمان دستگیر شده باشند پلیس تهران از چند روز پیش یک مانور رو در پایتخت آغاز کرد که به افزایش شمار نیروهای آن در سطح شهر از جمله ایستگاه های مترو منجر شد. پلیس میگوید هدف از این مانور افزایش آمادگی برای مقابله با هر گونه تهدید احتمالی است. به گفته فرمانده پلیس تهران در این مانور نیروهای یگان ویژه، یگان امداد، نیروهای نامحسوس و نیروهای چک و خونسای بمب حضور دارند. از متروی تهران به متروی استانبول می رویم که نه شایعه انفجار بلکه انفجار بمبی در متروی این کلان شهر کشور همسایهمان منجر به مجروح شدن پنج نفر شد به گزارش خبرگزاریهای های مختلف از جمله اسوسییتد پرس و CNN، شهردار یکی از مناطق شهر استانبول دیروز سه شنبه دهم آذر ماه از انفجار بمبی بر روی روگذر یک بزرگراه در نزدیکی یکی از ایستگاههای متروی استانبول خبر داد آتیلا آیدنز شهردار منطقه بایران پاشا استانبول به خبرگذاری ها گفت که پنج نفر بر اثر این انفجار زخمی شده پیش از این فرماندار استان استانبول از زخمی شدن دست کم یک نفر در این ارتباط خبر داده بود هنوز دلایل انفجار این بمب مشخص نیست و فرد یا گروهی مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است این انفجار در بخش اروپایی شهر استانبول در ناحیه مسکونی و صنعتی و در ساعتی پر رفت و آمد رخ داده و در ساعت اولیه چندین آمبولانس و خودروی پلیس راهی محل شدند در سوی دیگر ماجرا روزنامه حریت ترکیه اشاره کرد که انفجار بمب باعث این حادثه بوده و خبرگزاری دوغان در ترکیه آن را یک بمب خوشه‌ای دست ساز گزارش می‌کند که داخل یک خودرو جاسازی شده بود ترکیه پس از آنکه در ماه همان که بیشین شما بینندگان عزیز مستحذری ترکیه پس از آنکه در در واقع دو ماه گذشته دو گذاری انتحاری در شهر سروچ در نزدیکی مرز سوریه و پس از آن در ماه اکتبر بمبگذاری در آنکارا شمار زیادی کشته بر جای گذاشت همچنان در حالت هشدار امنیتی نیز به سر میبرد خبرها و نظرها را کشور به کشور پی میگیریم از ایران منطقه و جهان با گذار از ترکیه و حضور در سوریه و اعلام توافق میان ارتش بشاری و مخالفان اسد در هومس پی میگیریم خبرها رو بر اساس گزارش های منتشره در منابع مختلف خبری دولت سوریه با شورشیان در شهر همس برای پایان دادن به درگیری ها به توافق رسیده است این خبر که از سوی مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است اعلام شد از سوی مسئولین رسمی دولت اسد نیز تایید شد و در ساعات گذشته بر صدر رسانه های داخلی و خارجی جهان جای داشت از جمله فرماندار همس در این رابطه اشاره کرد که طبق این توافق که از هفته آینده به اجرا در میآید نیروهای مخالف دولت سوریه از آخرین منطقه یه تحت کنترل خود خارج می شود نزدیک به دو هزار نیروی مخالفان طی دو ماه آینده به تدریج از این شهر خارج خواهند شد در مقابل نیروهای دولت سوریه گلوله باران از این منطقه را متوقف می کنند و به محاصره آن نیز پایان می دهند طبق این توافقنامه آتش بس میان دو طرف برقرار خواهد شد و طرفین به مبادله زندانیان خواهند پرداخت و نهادهای دولتی نیز بار دیگر در این شهر مستقر خواهند شد همه اینها در حالی است که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در تازه ترین اظهار موضع در یک گفتگوی تلویزیونی بر هم خوردن توازن قوا در نبردهای سوریه با مداخله روسیه را عامل عصبانیت اردوغان دانست که به سرنگونی هواپیمای روسی منجر شد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید مداخله روسیه توازن قوا را در آن کشور تغییر داده این موضوع رئیس جمهوری ترکیه را خشمگین کرده و از نظر او سرنگون کردن جنگنده روسی نیز در همین ارتباط است بشار اسد همچنین میگوید اگر غرب و متحدان خاور میانی دست از حمایت از گروه های به زمین وی تروریستی بردارند صلح به سوریه باز میگردد اسد در مصاحبه تلویزیونی خود اشاره کرد که اگر گروه های مسلح مخالف او اسلحه را زمین بگذارند مشمول عفو خواهند شد در همین حال و بر اساس گزارش های منتشر آمریکا و روسیه در تازه ترین کنش دیپلماتیک در تلاشند تا با تصویب قطنامه هایی در سازمان ملل تلاش ها برای جلوگیری از دسترسی داعشیون به منابع مالی را افزایش دهند سامانتا پاور و ویتالی چورکین نمایندگان آمریکا و روسیه در سازمان ملل روز سهشنبه اعلام کردند که به طور جداگانه در حال تهیه پیشنویس قطعنامه جدید هستند کماکان بیننده ی برنامه شامگاهی صفحه یک هستید از تلویزیون ایران فردا از منطقه ایران، ترکیه و سوریه به حوالی نشستی ای می رویم سپهر سیاست در پاریس در نشست بحران آب و هوا و اقلیم بیش از هر زمان دیگر به قبار سیاست آلوده بود پس از تنش های پوتینی و اردوغانی و آن زنی های دو طرف به معامله های پشت پرده نفتی و سودجویی در زمین شامات و عراق این بار باراک اوباما هم به میدان آمد و با زبان بی زبانی بر ترکیه تا که اگر چن، چنین است و با داعشی ها داد و ستتی سری مرزها را ببندید و پایان دهید این در واقع دومین اشاره آشکار دومین مقام آمریکایی است که دوستانشان را به همسویی با داعش متهم می کنند. پیشتر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا چنین گفت که البته پس از رنجش خاطر کشورهای دوست آمریکا همچون ترکیه و بایدن عقب نشست و حتی عذرخواهی نیز کرد در این میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز شنبه از ترکیه خواست تا از تنشهای پیش آمده با روسیه بکاهد و مرز خود را با سوریه نیز ببندد تا راه تأمین مالی شبه نظامیان داعشی بسته شود. اوباما که در یک نشست خبری در حاشیه نشست تغییرات آب و هوایی پاریس سخن می گفت افزود که ترکیه در زمینه بستن مرز خود با سوریه مقداری پیشرفت داشته است اما گروه داعش هنوز از رخنه هایی در مرز برای تردد جنگجویان و فروش نفت استفاده می کند. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اظهارات خود اشاره کرد باید راه آنها را ببندیم باید راه پول در آوردن آنها را نیز ببندیم باید راه ورود جنجوها... جنجوهای تازه به صفوف آنها را ببندیم ادامه می دهم ده با خبرهای برگزیده خبری از داخل ایران و اما پرده های تازه از پس پشت پرده تشنجات و تنشهای های ایجاد شده در نشست های اصلاح طلبان به روایت منابع خبری از جمله سامانه خبری کلمه نزدیک به میر حسین موسوی که از قرچک ورامین تا یاسوج دست سپاه و حلقه مسپاه و فرقه جبهه پایداری ها رو در برهم زدن معامله بازی های سیاسی رو می کند بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر سپاه جبهه پایداری و مصباح طراح حملات به جلسه های اصلاح طلبان معرفی شدند. سایت کلمه در گزارشی با اشاره به برهم زدن جلسه های اصلاح طلبان ریشه این اقدامات را توطعه بخشی از فرماندهی سپاه جبهه پایداری و جریان مصباح است و اشاره کرد که مشخص نیست این جریان از کجا دستور میگیرد و به کجا وابسته است اما قطعا نهاد تصمیمگیر گیر و پشتیبان از قدرت بی حد و ای برخوردار است که خودسرها با خیال راحت و با امنیت تمام بر همزنندگان جلسات و سخنرانی ها شدند چاقو میکشند و لنگ کفش پرتاب می کنند و هیچگاه بازداشت نمی شوند آنها باید پشتوانه قوی مالی هم داشته باشند که می توانند همیشه نیروهای خود را سازماندهی و خرج آنان را تأمین کنند و حتی چهره های جدید و جوان را وارد این جریان می سازند هرچند به زمه این سامانه خبری سرنخهایی که در این چند سال اخیر به دست آمده نشانگر آن است که بخشی از فرماندهی سپاه جبهه پایداری و جریان وابسته به مصباح یزدی از این گروه ها حمایت می کنند جریان هایی که در مواجهه با قانون همیشه بازنده هستند و حیات مالی و سیاسی خود را در بیقانونی و ایجاد رعب و وحشت میبینند این جریان‌ها همیشه در مقاطع حساس و خصوصا نزدیک به فصل انتخابات فعالتر و قویتر می‌شوند چرا که به خوبی میدانند نه تنها پایگاه رأی ندارند که در مقابل افشاگری ها و استدلال‌های جریان مخالف دست پایین را خواهند داشت و نمی توانند از خود دفاع کنند این جریان ها به خوبی میدانند که فتنه یعنی دخالت نظامیان در اقتصاد و سیاست و فتنه یعنی آنان که رأی مردم را در نظام اسلامی هیچ می شمارند و از این رو برای برملا نشدن و عدم افشای آنچه که کرده اند و اعتقاد دارند مانند همیشه سعی می کنند تا با ملتحب کردن و امنیتی کردن فضا را که خود میخواهند به کرسی بنشانند خصوصا که به نظر می رسد از دست دولت و نهادهای متولی حفظ امنیت نیز در برابر آنها کاری بر نمی آید. خبرها را با رویدادی از جهان دیجیتال و دنیای مجازی پی میگیریم چند خبر دیجیتالی در دنیای شبکه ای خواهیم داشت در راستای تحولات ژرف در حوزه تکنولوژی های اینترنتی نهاد جهانی گوگل بسته های اینترنتی رایگان را در قالب بالون های هوایی به نقاط دوردست جهان و دیکتاتور زده میفرستد بر اساس خبرهای منتشر شده بالونهای گوگل که برای پرواز در جو زمین و ارائه خدمات اینترنت رایگان در نقاط دورافتاده دنیا طراحی شدهاند بعد از گذشت سه ماه عمل کرده موفقیت آمیزی داشتند به گزارش منابع خبری در قالب این تر که پراجکت لون نام دارد سیگنال های 4 گیگابایت LTE از بالون های در حال پرواز در ارتفاع 18 کیلومتری زمین برای استفاده ساکنان نقاط مختلف ارسال می شود برای موفقیت این تر باید هزاران بالون به طور مداوم در پرواز باشند تا پوشش سلولی مورد نیاز به منظوری دسترسی به اینترنت بی سیم ممکن شود همچنین به دلایل اقتصادی و لوجستیکی این بالون ها باید تا حد اکثر مدت ممکن در آسمان باقی بمانند بالون های اولیه گوگل همکنون بیش از 100 روز است که با موفقیت در جو زمین در حال گردشند و این بدان معناست که هدف اولیه گوگل برای اجرایی کردن طرح مذکور محقق شده است از گوگل به فیسبوک سری میزنیم که بخشش بیش از 99 درصد از دارایی های بنیانگذار فیسبوک که پیشتر به خصاصت تب اشتهار داشت جهان را به شگفتی واداشت مارک زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک و همسرش پریسیلا چان همزمان با اعلام خبر تولد فرزندشان میگویند که 99 درصد سهام خود در این شرکت را اهدای برنامه های نیکوکاری خواهند کرد آقای زکربرگ 31 ساله این خبر را در نامه ای به دخترش مکس روی صفحه فیسبوک اعلام کرد. این شخصیت جهانی و تکنوکرات دنیا گفت که آنها بخش اعظم ثروت خود را به برنامه ابتکار عمل چان ساکربرگ اعطا می کنند چون می خواهند مکس در جهانی بهتر بزرگ شود. زکربرگ گفت که میزان اعطایی با حساب ارزش امروزی سهام معادله 45 میلیارد دلار می شود. آقای زاکربرگ در این نامه نوشت که هدف ابتکار عمل چان زاکربرگ پیشبرد پتانسیل انسانی و تشویق برابری برای همه کودکان در نسل آینده است. برنامه آموزشی که منحصرا بر اساس نیازهای هر دانش آموز طراحی شده باشد. درمان بیماری، ایجاد تماس بین افراد و ایجاد پیوندهای های قوی اجتماعی از بخش های تمرکز اولیه این ابتکار عمل خواهد بود. همچنین زکربرگ به دخترش نوشت بسیاری از بزرگترین فرصت ها برای نسل تو با دسترسی همگانی به اینترنت ممکن خواهد شد. و در ادامه بررسی خبرها و نظرها و گزارشهای کوتاه به شهر شبکه ها از کرامت بنیانگذار جوان فیسبوک تا تنگنای مستمر تلگرام و توییتر خبری از حبس و حصر هنرمندان در اینستاگرام میخوانیم که باز تران سرایی از ساکنان کوی هنر در نظام فقها ها به حبس و حصر گرفتار آمد شبکه عکس و تصویر اینستاگرام به نقل از همسر یکی از خواننده های سرشناس ایرانی خبر داد که در ساعت گذشته نیز بر سطر رسانه های ایران نشسته بود یغما گلرویی تران سرا و هنرمند ایرانی بازداشت شد در پی تشدید فشارها و بستن فضای عرصه هنر خاصه پس از برجام این بار پس از دانشجویان و روزنامه نگاران که به طور گروهی بازداشت و راهی اوین شدن همینک مجال ساکنان کوی هنر از سوی دلواپسان رهبری ایران تنگ تر شد در این میان آتنا حبیبی همسر یغما گلروی شاعر و تران ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام از بازداشت این تران و در نهم آذر ماه خبر داد خانم حبیبی در صفحه اینستاگرام خود نوشت که روز دوشنبه به مأموران امنیتی جمهوری اسلامی با مراجعه به خانه این زوج گلرویی را بازداشت کردند. آتنا حبیبی افزود که فعلا هیچ خبری از همسرش ندارد و عمیقا نگران وضعیت و سلامت اوست. این ترانه را در روزی بازداشت شد که حسین نوشبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد کابینه روحانی به خوانندگانی که با شبکه های و به تعبیر اینان معاند نظام همکاری و ارتباط دارند هشدار داد که با آنها برخورد قانونی خواهد شد به گزارش ایسنا آقای نوشبادی روز دوشنبه گفت که اینکه آثار آنها از شبکه های تلویزیونی رادیویی ماهوارهای و معاند نظام پخش می شود جرم نیست چون بسیاری از این شبکه ها بدون اطلاع و رضایت صاحب اثر اقدام به انتشار آن می کنند حرف ما با کسانی است که آگاهانه با شبکه های محور ای خارجی مصاحبه می کنند یا برای محصولاتشان با آنها ارتباط دارند لازم به توضیح که به استهزار بینندگان برسانم یه ما گلروی در ماهای اخیر نیز ترانه با نام شعر رهایی را نیز با صدای خود اجرا کرد که مضمونی اعتراضی به وضعیت زنان در ایران داشت که از منظر کارشناسان عرصه ی رسانه یکی از عوامل اصلی بازداشته این خواننده اثر مذکور است گزیده بسیار کوتاهی از این اثر هنری را نیز با هم میبینیم با عنوان بخش پایانی خوشحال و, و خندونیم با این که توی زندونیم راه ما بسته پای ما خسته اما آتیش می سوزونیم ما نسل پر فریادیم دستامونو به هم دادیم و با این خبر از شهر شبکه ها و جهان مجازی وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر باشید که با آخرین خبرها و گزارش های دریافتی از ایران و جهان از تلویزیون ایران فردا به آگاهی شما خواهد رسید تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود